نمایندگان مجلس در نهمین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به ثبت نام افراد جدید متقاضی دریافت یارانه کردند. نمایندگان همچنین با هدف تسهیل ازدواج و فرزندآوری، مشوق‌ها و تسهیلاتی در نظر گرفتند. نهمین روز رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1402 در مجلس با مشوق‌های ازدواج و فرزندآوری و مصوباتی در بخش‌های آب و برق تصویب شد. مجلس بانک مرکزی را در این چارچوب مکلف کرد 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی رو سال آینده به امور ازدواج، فرزندآوری و تأمین مسکن اختصاص دهد. اختصاص 300 تا 1 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بعد. اختصاص 1 میلیارد و 800 تا 2 میلیارد و 200 میلیون ریال تسهیلات ازدواج به هر زوج جوان. زوجهایی که زیر 25 سال و زوجهای زیر 23 سال 220 میلیون تومان هر کدام و فرزندآوری هم فرزند اول 30 میلیون تومان، فرزند دوم 60 میلیون تومان، فرزند سوم 90 میلیون تومان، فرزند چهارم 120 میلیون تومان و فرزند پنجم به بالاتر 150 میلیون تومان. اختصاص 2 میلیارد ریال ودیعه یا خرید مسکن به هر خانواده فاقد مسکن دارای فرزند سوم و بالاتر. اختصاص 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات جهیزیه ازدواج با خرید کالاهای ایرانی. تصویب شد. آب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف هم با رأی موافق نمایندگان برای خانواده‌های زیر پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی رایگان شد. اینها در صورت رعایت الگوی مصرف، مخصوصا در حوزه انرژی، با رعایت الگوی مصرف موافقن. نصب کنترل‌های هوشمند مشترکان گاز و برق، اصلاح ساختار شرکت‌های برق و معافیت‌های نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر از دیگر تکالیف دولت در مصوبات بودجه جلسه نوبت صبح امروز مجلس بود. ما باید اعتماد بکنیم، اجازه بدیم که وزارت نیرو دستش باز باشه. یه جایی خواست 25%، یه جایی خواست 20%. رئیس مجلس در این جلسه به کمیسیون انرژی برای رسیدگی به مبالغ مصرفی قبض‌های گاز و برق روستاییان مأموریت داد. قبض گازی که اومده بود رقم‌های بسیار غیر منطقی از خانواده‌ها خلاصه براشون صادر شده بود که هیچ منطقی واقعا نداشت. گلوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، صحن بهارستان.